سلام، با 180 ثانیه پنجشنبه 16 خرداد ماه همراه ما باشید. شلیک پلیس به سمت خودروی چند سارق در استان مرکزی باعث کشته شدن دو کودک سرنشین خودرو شد. محمود خلجی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، گفته است متاسفانه با توجه به تاریکی هوا و مشخص نبودن داخل خودرو، دو نفر از فرزندان اعضای این باند سرقت خانوادگی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده که وارد فرانسه شده است، در حاشیه دیدار با رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفت آمریکا با فرانسه و دیگر متحدان خود برای ممانعت از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای توافق دارد. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که در جریان آتش‌سوزی در بندر رجایی یک نفر کشته شده است. یک دستگاه ریچ استاکر فرسوده در اراضی تحت مدیریت منطقه آزاد قشم دچار سانحه آتش‌سوزی شد و به دلیل مشتعل شدن قیر، حجم زیادی دود از این اراضی به هوا برخاست. امروز پنجشنبه در سوئد، شهر استکهلم، جمعی از ایرانیان مقیم این کشور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به برپایی تجمعی اعتراضی زدند. آنها در این تجمع خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی آموزگاران دربند و نیز آزادی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند نوید محمدی، ورزشکار رشته کاراته که سال گذشته در المپیک جوانان ریو به مدال طلا دست یافت، بر اثر تصادف جان باخته است. طرح جدید جمع‌آوری کودکان کار موجب نگرانی فعالان مدنی و انجمن‌های حامی حقوق کودکان شده است. شبکه یاری کودکان کار در اطلاعیه‌ای به این طرح اعتراض کرده و خواستار ارائه توضیحات کافی شده است. 8 کشور عضو و شریک اتحادیه اروپا به تصمیم این اتحادیه درباره تمدید تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر پیوستند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز این مطلب را در بیانیه‌ای اعلام کرد. در آلمان، یک مرد پرستار سابق به اتهام قتل 85 بیمار به حبس ابد محکوم شد. دادگاه میگوید این پرستار آلمانی به بیماران داروی قلب با دوز بسیار بالا و مرگبار تزریق می‌کرده تا با احیای قلب آنها نقش یک قهرمان را بازی کند.